فرضیه افغان سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به تصویب طرح کمیته روابط خارجی سنا واکنش نشان داد این طرح نظارت بیشتری را بر هر گونه توافق میان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر برنامه اتمی ایران اعمال می کند. خانم افخم گفته است ما در مذاکرات و توافق جامع احتمالی با دولت ها سر و کار داریم و هر تعهدی بر عهده دولت هاست. در رابطه با آمریکا هم با دولت این کشور طرف هستیم. این سخنان در حالی ابراز شده است که صبح امروز هیئتی از آژانس بین المللی انرژی اتمی برای ادامه گفتگوهای فنی وارد تهران شده است. این هیئت متشکل از پنج نفر از مسئولان آژانس است که برای نشست مذاکرات دو جانبه با نماینده دائم جمهوری اسلامی در آژانس و مدیر کل سیاسی وزارت خارجه به ایران سفر کردند. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس گفته است در این گفتگوها مسائل باقی مانده در قالب برنامه جامعه اقدام مشترک بررسی خواهد شد. آژانس میگوید که جمهوری اسلامی علیرغم همکاریهای گسترده هنوز به دو سؤال این نهاد پاسخ نداده است به گفته بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی دو موضوع باقی مانده شامل یک مقاله علمی منتشر شده در مورد انتقال نوترونی و موضوع انفجارات قوی در منطقه مریوان است. آقای کمالوندی گفته است جمهوری اسلامی اعلام کرده که آژانس می تواند بازرسانش را برای بازدید از محلی که مدعی انفجار هستند بفرستد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی همچنین میگوید مقاله انتقال نوترونی مقاله علمی و منتشر شده در دانشگاه است اما به گفته آژانس این مقاله می تواند کاربردی دوگانه داشته باشد در خبر دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید به دستور رهبر جمهوری اسلامی تدوین فکت شیت یا گزار برگ توافق هسته ای در لوزان را در دستور کار دارد آقای ظریف خبرگزاری مهر گفته است با اینکه برای پاسخگویی به سوالات آمادگی دارد اما مهمترین وظیفه او به نتیجه رساندن مذاکرات در 80 روز آینده است. آقای ظریف همچنین در گفتگویی که صبح امروز با خبرگزاری دولتی ایران داشته است گفته نگارش متن توافق نهایی امری دشوار اما شدنی است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین از منتقدان خود در مجلس به نسبت دادن حرفهای نادرست به رهبر جمهوری اسلامی متهم کرده و گفته است با نسبت دادن حرفهای غلط به ایشان برخورد می آقای ظریف در پاسخ به اینکه تا چه اندازه نسبت به توافق نهایی خوشبین هستید گفته از پیش بینی بسیار دشوار است من احساس می کنم در صورتی که غربی ها بپذیرند که فشار و توافق با هم جمع نمی شود فکر می کنم رسیدن به توافق دشوار نیست آقای ظریف درباره حاشیه به وجود آمده در دیدارش با نمایندگان مجلس گفت در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نمایندگان گفتم که رهبر معظم انقلاب در فرمایشات خود تاکید کرده و به صراحت گفت کسانی که میگویند من مخالف مذاکراتم خلاف میگویند آقای ظریف همچنین گفته است رئیس مجلس شورای اسلامی از تمامی جزئیات مذاکرات اطلاع دارد و تیم مذاکره کننده نیز از همفکری و راهنمایی های وی استفاده میکند و قدردان حمایت های وی از مذاکره کنندگان است شورشیان حوسی که کنترل بخشهایی از یمن را به دست دارند قطنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره یمن را محکوم کردند قطنامه که روز سهشنبه به تصویب شورای امنیت رسید خواهان تحریم تسلیحاتی حوسی ها و نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن است رهبران حوسی اقدام سازمان ملل را پرخاشگری نامیدند و خواستار تظاهرات عمومی علیه مصببه این سازمان شدن. در همین حال صبح امروز عبدالرطیف از زیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس با صدور بیانیه ای از شورای امنیت سازمان ملل برای تصویب قطعنامه شماره 2216 تحت فصل هفتم تشکر و قطدانی کرد. آقای الزیانی اعلام کرد صدور و تصویب قطعنامه شورای امنیت پیامی قوی و آشکار از وحدت و انسجام جامعه بین المللی برای حمایت از مشروعیت و یاری به مردم یمن به شمار می رود. شورای همکاری خلیج فارس از همه طرفهای سیاسی در یمن خواست تا قطنامه شورای امنیت را اجرا کنند. قطنامه سازمان ملل عبدالملک الحوسی رهبر این گروه و دو رهبر دیگر ارشد آن به نامهای عبدالخالق الحوسی و عبدالله یحیی حکیم را تحریم می کند. در این قطنامه از شورشیان خواسته شده که از سرزمین هایی که تصرف کردند از جمله پایتخت صنعا عقب نشینی کنند این قطنامه خواستار از سرگیری مذاکرات بر سر گزار دموکراتیک می شود که در سال 2011 همزمان با برکناری علی عبدالله ساله در پی اعتراضات عمومی گسترده آغاز شد قطنامه سازمان ملل درباره یمن با رأی مثبت 14 عضو شورا به تصویب رسید و روسیه به آن رأی ممتنع داد همزمان عبدالله معالمی سفیر عربستان در سازمان ملل این قطنامه را تایید بسیار روشن حملات هوایی خواند سفیر عربستان اختار کرد که حملات هوایی پاسخی به اقدام نظامی حوسی هاست و اگر حوسی ها قطنامه را رعایت نکنند با حملات بیشتری مواجه خواهند شد از سوی دیگر دفتر رئیس جمهوری مصر روز سهشنبه اعلام کرد که مصر و عربستان سعودی درباره انجام یک رزمایش عمده نظامی در عربستان با حضور سایر کشورهای خلیج فارس مشورت کردند در تحول دیگر مقام های نظامی عربستان سعودی از احتمال کاهش حملات هوایی در روزهای آینده و آغاز عملیات زمینی خبر دادند. احمد الاسیری سخنگوی رسمی نیروهای طوفان قاطع گفت که در روزهای آینده هنگامی که راه های امداد رسانی به حوسی ها به طور کامل قطع شود شدت عملیات نظامی کاهش خواهد یافت الاسیری در کنفرانس خبری روز سهشنبه خود گفت همچنان در مرحله پشتیبانی هوایی هستیم هنگامی که زمان مرحله زمینی فرا برسد آن را آغاز خواهیم کرد کشورهای اطلاف به مشارکت در مراحل مختلف عملیات پایبند هستند محمد رضا مخبر دسفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از موافقت این شورا با تعطیلی مدارس در روز پنجشنبه ها خبر داده است. تعطیلی مدارس در روز پنجشنبه ها از موضوعات مورد اختلاف در آموزش و پرورش ایران در سالهای اخیر بوده است. بنابر گزارش ایرنا از جلسه ی روز سهشنبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه درباره نگرانی‌های مقام‌های دولتی از افزایش نرخ طلاق نیز گفتگو شده است. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت بر اساس نتایج به دست آمده در گزارش مذکور، میانگین روزهای آموزشی در کشورهای جهان بین چهار تا چهار و نیم روز است و اینکه دانش آموزان ما هر روز هفته از صبح زود تا عصر در مدرسه باشند و دلبستگی آنها از خانواده به نوعی منفک شود به لحاظ تربیتی، رفتاری و ساخت شخصیت آنها آسیب زاست. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت بر اساس مطالعه صورت گرفته و اقدام آموزش و پرورش مقرر شد که درس آموزشی مورد نیاز دانش آموزان در پنج روز اول هفته تعبیه شود و در روز پنج شنبه دانش آموزان اولا در کنار خانواده باشند و ثانیا اگر فعالیت هایی از جنس ورزشی، فرهنگی و فوق برنامه وجود داشت در روز پنج باشد که الزام آور هم نباشد. مخبر دسفولی گفت تعطیلی پنجشنبه ها نه تنها آسیبی به مسئله آموزشی مدارس و دانش آموزان وارد نمی کند بلکه آنها را با فعالتر و با نسبت به والدین و خانواده می کند. در ابتدای سال تحصیلی حمید رضا کفاش معاون پرورشی آموزش و پرورش از اجرای برنامه های پرورشی در روزهای پنج شنبه خبر داده بود و گفته بود بخشنامه تعطیلی مدارس در روز پنج شنبه خلاف قانون بود. آقای کفاش در انتقاد از تصمیم دولت محمود احمدی نژاد گفته بود آنچه که بود ساماندهی در پنج روز اول هفته و آموزش خانواده و دانش آموزان بود. درباره افزایش آمار طلاق نیز دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت گزارش توصیفی از وضعیت طلاق در کشور پیشتر ارائه شده بود که متاسفانه نرخ رشد طلاق در کشور روند سعودی داشته و باید تدبیری برای توقف نرخ رشد و در ادامه کاهش آن اندیشیده شود. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به گروه های مردمی متعهدی که به صورت خودجوش در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه طلاق در حال فعالیت هستند گفت مقرر شد این گروه های خودجوش مردمی مورد حمایت قرار گرفته و تقویت شوند و در این زمینه ساز و کار لازم طراحی شود. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت نتایج جمعبندی شده در این کارگروه به جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد شد و امیدواریم تا پایان سال و با تکمیل مطالعات و ارزیابی ها اقدام مؤثری را در زمینه ی کاهش نرخ طلاق انجام دهیم. حسب یک فیلم مستند از جشنواره فیلم استانبول با واکنش اعتراضی فیلمسازان ترک مواجه شده این فیلم تنها چند ساعت قبل از نمایش از برنامه فستیوال استانبول حذف شده دبیر جشنواره استانبول گفته در نامه که وزارت فرهنگ ترکیه برای اونها فرستاده عنوان شده که این فیلم مجوز تولید رو دریافت نکرده از این رو نمایشش غیرقانونی هستش البته روایت سازندگان فیلم و همینطور دیگر فیلمسازان حاضر در جشنواره روایت متفاوت از آن است که مسئولان این جشنواره میگم سازندگان فیلم در واقع معتقدن که دلایل سیاسی و سانسور عامل حذف فیلمشون از جشنواره شده واکور یا شمال فیلم مستندی هستش که در جشنواره استانبول قرار بود که به نمایش در بیاد ساخته مشترک دو فیلمساز ساز ترک هستش که مشخصا موضوع فیلم پردازه به گروه پکاکا گروهی که از نظر دولت ترکیه یک گروه تروریستی محسوب میشه در واکنش به این اتفاق هم بالغ بر یکصد فیلم ساز و دستن در کار سینما در ترکیه در نامه اعتراضی به مسئولان جشنواره نداشتن مجوز تولید رو بهانه دونستن و گفتن که حذف این فیلم دلایل سیاسی داره و در راستای سیاست های اخیر سانسور در این کشور هستش در میان امضا کنندگان این تومار نام نوری بلگ جیلان فیلمساز سرشناس ترک و برنده نخل طلای کن هم به چشم میخوره مسئله البته به امضا کردن تومار خاتمه هم پیدا نکرد بنابر اعلام رسانه های ترکیه 23 فیلمساز ترک در اعتراض به این اقدام جشوار استانبول فیلم های خودشون رو از جشنواره خارج کردن تا عملا و به قول معروف دست مسئولان جشنواره رو در حنا بگذارن به نحوی که عزیزتان دبیر جشنواره فیلم استانبول در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که برنامه های جشنواره از جمله بخش مسابقه و اختتامیه لغو شده اما این اقدام کم سابقه به نوعی این جشنواره مهم رو به حالت نیمه تعطیل در آورده و همینطور اعتراض فیلمسازان ترک رو هم باید گفت که تنها مربوط به حسب فیلم باکور نیست و بچه دیگه هم داره چرا که هنرمندان روزامنگاران و روشنفکران به ویژه در طیف لایک و سکولار در طی سالهای اخیر انتقادات بسیار شدیدی رو نسبت به سیاست های فرهنگی دولت داشتن و معتقدن که در واقع جریان سانسور آرام آرام در ترکیه در حوزه مختلف از جمله اینترنت رسانه و بخش دیگه در رشد هستش دولت ترکیه اما با رد این انتقادات میگه که سازمان های تروریستی جریان های موازی و گروههایی که در صدد هستن امنیت ملی کشور رو به خطر بندازن در بخش های مختلف دولتی و نیمه دولتی نفوذ کردن و از طریق رسانه ها و فضای مجازی تلاش دارن امنیت ملی کشور رو به خطر بیاندازن. با این همه بسیاری از منتقدان دولت اعتقاد دارند که با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی شاهد سانسور بیشتری در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و همینطور فضای مجازی خواهیم بود و دولت سعی میکنه نظارت بیشتری بر نشر مطالب اخبار و یا رویدادهای فرهنگی و هنری داشته باشند. از صبح امروز نمایش فیلم تاکسی و اینجا در فرانسه با عنوان تاکسی تهران آخرین ساخته جعفر پناهی در چهل و شش سینما در پاریس و هومه به نمایش گذاشته شده است از تعداد سینما های نمایش دهنده در بیرون از پاریس هنوز خبر دقیقی نداریم این فیلم 88 دقیقه ای جعفر پناهی که با استقرار سه دوربین در اتومبیل اون رو تهیه کرده از سوی بدون استثنا تمام رسانه ها ستایش شده نشریه لوموند از کلمه شاهکار استفاده کرده مجله تلراما اون رو یک شاهکار دونسته در این حال یک جواهر و نشریه پاریماچ نوشته است سینمای حقیقی بزرگ زیبا و قوی جعفر پناهی بعد از دریافت مجدد جایزه از فستیوال برلین یگانه فیلمساز ایرانی است که جوایز خودش را از تمام جشنواره های معتبر سینمایی دریافت کرد البته همونطور که میدونید داستان این بار فیلم بسیار ساده اتفاقات و حضور مسافران در تاکسی نه هر کس نه هر گفته اما به روایت جعفر پناهی روزنامه لیبراسیون نوشته است که جعفر پناهی انتقاد می کند اما هرگز قضاوت نمی کند و شاید این یکی از اعتبارهای کاری اوست جعفر پناهی مانند بسیاری از فیلمسازان ایرانی احترام و اعتبار بیشتری از بیرون مرزهای ایران برای خودش کسب کرده است آنچه که می شود در مورد این فیلم گفت و نقدهای بسیار مثبت و همراه کننده این جمله است که می نویست جعفر پناهی که در فیلم قبلی این یک فیلم نیست زندانی خانه و کارش بود این بار به سمت جامعه آمده و جامعه رو این بار به داخل دوربین خودش آورده است در مورد جمله پایانی این فیلم هم که روزنامه لیبراسیون اون رو ستوده این جمله رو میخوانیم که وقتی همه جا زندانی هستیم پس باید زندگی کنیم جمله مشابه جان کوکتو که اون نیز گفته بود اینجا زندگی مرده است پس زنده باد زندگی پاریس تلویزیون ایران فردا وزارت ارشاد ایران اخبار منتشره درباره ممنوع فعالیت بودن محمد رضا شجریان هنرمند برجسته ایرانی را تایید کرد. وزارت ارشاد همچنین تایید کرده است که در سال گذشته 20 کنسرت موسیقی دارای مجوز ارشاد لغو شده است. معاون پارلمانی وزارت ارشاد در گفتگوی خود با روزنامه آرمان به موضوع لغو کنسرت ها در ایران اشاره کرده و در پاسخ به پرسش در مورد لغو نزدیک به 20 کنسرت طی سال گذشته گفته است وزارت ارشاد با تعطیل شدن لغو و برخوردهایی هایی که با اجرای کنسرت های مجوزدار رخ داده مخالف است حسین نوشابادی ابراز امیدواری کرده است این وضعیت در سال جدید عوض شود سخنگوی وزارت ارشاد همچنین از ناتوانی وزارت ارشاد برای مقابله با برهم زنندگان کنسرت ها خبر داد و, و گفته است ما مجری نیستیم ما مجوز می دهیم و در طول آن نظارت میکنیم تخلفی صورت نگیرد اما تأمین امنیت با دیگر نهادهاست آقای نوشابادی تصریح کرده است ما وقتی مجوزی صادر می کنیم همه ابعاد قانونی و شرعی را در نظر می گیریم. بنابراین انتظار نداریم دیگران در برابر تصمیماتی که مبتنی بر قواعد حقوقی و ضوابط قانونی است ایستادگی کنند ما در این راستا از طریق شورای تمین که شامل مقامات انتظامی و اطلاعاتی و سیاسی هر استان هستند امور را هماهنگ می کنیم و همه این مسئولان باید تلاش کنند که تحت فشارها قرار نگیرند آقای نوشابادی سخنگو و معاون پارلمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران همچنین تاکید کرده است محمد رضا شجریان برای برگزاری کنسرت های خود با محدودیت های قانونی روبروست است به تاکید کرده این محدودیت ها از سوی نهادهای دیگری قرار داده شده است و ارتباطی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارد پیش از این اخباری مبنی بر ممنوع فعالیت بودن آقای شجریان توسط دستگاه امنیتی منتشر شده بود در طول سالهای اخیر با آقای شجریان اجازه برگزاری کنسرت در ایران داده نشده است. آقای نوشابادی در گفتگو با روزنامه آرمان گفته است برخی افراد برای اجرای کنسرت دارای محدودیت قانونی هستند و ما بر اساس آن ضوابط مجوزها را صادر میکنیم که بخشی از آن شامل همین مسئله است. با این حال وی تصریح کرده ممنوع فعالیت شدن افراد ربطی به وزارت ارشاد ندارد. آقای نوشابادی پیشتر نیز به محدودیت‌ها در مورد محمد شجریان اشاره کرده بود در بهمن ماه گذشته و ضمن توضیح در مورد اظهارات خود در مورد لزوم عذرخواهی شجریان گفته بود که از حضور او در صحنه هنر استقبال می شود و مشکل این هنرمند نه به وزارت ارشاد بلکه به نهادهای دیگر مربوط می شود محمد رضا شجریان موسیقیدان آهنگساز و خواننده سرشناس ایرانی در جریان انتخابات سال 88 از جنبش اعتراضی مردم ایران حمایت کرد و در واکنش به احمدی نژاد که معترزان را خس و خاشاک خوانده بود اعلام کرد خود را صدای این خس و خاشاک می داند. آقای شجریان در واکنش به سرکوب پس از انتخابات تصنیفی با شعری از فریدون مشیری تحت عنوان زبان آتش خواند که به تفنگت را زمین بگذار شد. شهرت یافت. موزگیری های شجریان با حمله های کم سابقه ای از سوی حامیان احمدی نژاد روبرو شد که او را وطن فروش و همسو با قدرت های استکباری و دشمنان خارجی خواندند. خبرگزاری فارس مرداد ماه 89 به نقل از حمید ترقی یکی از اعضای ارشد حزب معتلفه نوشت پخش صدای شجریان از صدا و سیما خواست دشمنان انقلاب است. همین فشارها بالاخره باعث شد صدا و سیما حتی پخش دعای ربنا در ماه رمضان را نیز متوقف کنند. در سالهای گذشته محمد رزا شجریان به دلیل محدودیت داخلی برنامه‌ای خود در داخل کشور را متوقف کرد و بیشتر در اروپا و آمریکا برای صحنه رفت او در مصاحبه با رسانه ها برها تاکید کرد تحت هیچ شرایطی اجازه نمی دهم که هیچ دولت و یا سازمانی از من سوء استفاده کند و یا مرا زبان خودش بداند من زبان مردم هستم Tu vanga tro la min boson Tu mandi